سلام میکنم به همه شما بینندگان عزیز تمام شما دانشجویان عزیز کالج حیات نو و تمام عزیزانی که دروس کالج رو دنبال میکنن امیدوارم حالتون خوب باشه سپر هستم خیلی خیلی خوشحالم که میتونم یه جلسه دیگه در خدمت شما باشم و از کلام خدا با همدیگه بشنویم و جلو بریم و امیدوارم که باعث برکتتون بشه امروز جلسه ده دهممون هست در بررسی عهد جدید هستیم قسمت دوم البته امیدوارم که درس های این ترم تا به اینجا کار باعث برکتتون باعث بناتون شده باشه و لذت برده باشین از دروس و مطمئنا مطمئن باشید درس های خیلی بهتری دوباره در ترم های آینده برای شما خواهیم داشت که میتونه خیلی خیلی به شما کمک بکنه و باعث برکتتون بشه طبق روال گذشته بریم یک یادآوری از جلسه قبل داشته باشیم و درس جلسه قبلمون داشته باشیم اگر خاطرتون باشه راجع به رساله فیلیپیان داشتیم صحبت میکردیم و گفتیم که کلیسای فیلیپی کم مشکل ترین کلیسایی بوده که پولس رسول بنا کرده اما توی این کلیسا اتفاقی که افتاده بود یک مشکل کوچیک که پیش اومده بود البته خیلی هم کوچیک نبود این بود که به خاطر وجود اون دو تا زن با همدیگه اختلاف پیدا کردن و اتحاد در واقع خچه دار شده بود و گفتیم اتحادی که عدم اتحادی که توی کلیسای فیلیپی وجود داشت با اون چیزی که تو قرنتوس وجود داشت کاملا متفاوت بود توی این کلیسا افراد بیشتر به فکر خودشون بودن تا به فکر دیگران و پولس میخواد این فکر رو اصلاح بکنه بعد راجع به واجه های مهم توی رساله فیلیپی صحبت کردیم اولین واژه مهم توی این رساله کلمه شادی بود که پولس رسول چطور داره شاد زندگی میکنه با اینکه در زندان هست با اینکه در سختی و ناراحتی است احتمال داره که بکشنش حتی اعدامش بکنن اما باز میگه که شاد باشید و دو تا دلیلی که گفتیم ارائه دادیم بهتون که چرا پولس چطور میتونه تو این موقعیت شاد باشه یکیش این بود به خاطر اون چیزی که براش داره زندگی میکنه برای پیغام انجیل برای بشارت انجیل بشارت عیسی مسیح اون شادی درونی داشت خوشحال بود از اینکه خدا رو به دیگران بشناسونه مسیح رو به دیگران بشناسونه باعث نجات دیگران بشه و نمونه که براتون گفتیم توی جنگ جهانی دوم اون شبان پولشنایدر وقتی که دستگیرش میکنن و تو کلی مشکلات میفته و دیگه نمیتونه زن بچهش رو ببینه اما نامه هایی که مینویسه برای همسرش لبریز از شادیه و لبریز از شکرگزاریه همش میگه خدا رو شکر و میگه من خیلی خوشحال هستم و دلیل دوم چی بود به خاطر اون چیزی که باهاش زندگی میکرد که در واقع اون چیز قناعت بود بعد یک سوال مطرح کردیم از فیلیپیان باب 4 آیه 13 اونجایی که میگه قدرت هر چیز رو دارم در مسیح که منو تقویت میبخشه و گفتیم که این آیه داره راجع به چی دقیقاً صحبت میکنه درست این آیه جایی میاد که پولس رسول داره راجع به پول و مسائل مالی صحبت میکنه و میگه من قناعت رو یاد گرفتم و قدرت این رو دارم در مسیح که با قناعت زندگی کنم با درآمد کم زندگی کنم و با درآمد زیاد زندگی کنم گفتیم که پولس خودش یک آدم طماع بوده چون از فریسیا بوده ولی خدا اون رو تبدیل میکنه و قناعت رو بهش یاد میده اما رسیدیم به اون عبارت بحث برانگیز در رساله فیلیپیان آدرس دقیق اگر بخوام بتون بدم فیلیپیان باب دو آیات پنج تا یازده است آیات معروف در رساله فیلیپیان این عبارت گفتیم که انگار با تمام متن رساله فیلیپیان متفاوت هستش و دلیل این در حقیقت تفاوت رو براتون یک مقداری توضیح دادیم و توضیح دادیم که میخوایم آشکار کنیم و بهتون مکشوف کنیم بهتون نشون بدیم که چرا این عبارت یهو وسط فیلیپیان اومده انگار این عبارت رو از یک رساله دیگه از یک جای دیگه کندن و وارد رساله فیلیپیان کردنش گفتیم نظریه زیادی راجع به این قسمت راجع به این عبارت وجود داره اولین نظریه نظریه پرستشیه میگه که پولس در حال پرستشه یا شاید داره یه سرودی رو میخونه که خودش سراییده نظریه دوم گفتیم نظریه الهیاتیه و گفتیم اتفاقا مشکل از جای شروع میشه که نگاه الهیاتی به این عبارت داشته باشیم راجبه اون نظریه الهیاتی کنوتیک به شما گفتیم که میاد راجبه این صحبت میکنه میگه وقتی که مسیح روی زمین اومد و انسان شد جسم پوشید چه مقدار خودش رو از الوهیت خالی کرد و گفتیم از دل این نظریه یک فرضیه خیلی خطرناک بیرون میاد که به ما میگه مسیح دیگه وقتی که روی زمین اومد 100 درصد خدا نبود و این فرضیه بسیار بسیار خطرناکه میگه که خودشو از قسمتی از الوهیت خالی کرد ما به شما اینو گفتیم و براتون روشن کردیم که مسیح جلالش رو کنار گذاشت، آگاهی مطلقش قدرت مطلقش رو کنار گذاشت، امتیازات خودش رو در حقیقت کنار گذاشت و اون مثال رو برای شما آوردم که من به عنوان مثال سپر امتیازات خودش رو ترک میکنه خونش رو، ماشینش رو و چیزهایی که داره اما همچنان سپر باقی میمونه. مسیح خودش رو از امتیازاتش خالی کرد نه از اون ذات و جوهره و الوهیت خودش همچنان اون خداوند بود وقتی که روی زمین اومد صد درصد خدا و صد درصد انسان اما نظریه سوم که من خودم شخصا پیرو این نظریه هستم به نظر من این عبارت توی فیلیپیان نه پرستشی هست و نه الهیاتیه با توجه به متن نامه وقتی که بررسی میکنیم میتونیم متوجه بشیم که این یک عبارت اخلاقیه یک عبارت اخلاقی بحثش سر نگرش های مسیحه بحثش سر انتخاب های مسیحه ما میتونیم از انتخاب های یه شخص به شخصیتش پی ببریم به فکری که داره پی ببریم و توی این قسمت دقیقا میخواد به ما نشون بده که عیسی مسیح چه انتخاب های ای داشت میتونیم با این انتخاب ها شخصیتش رو متوجه بشیم حالا این انتخاب ها چیا بودن؟ اولین انتخاب عیسی مسیح در واقع انسان شدنش بود انتخاب کرد که انسان بشه با اینکه از تمامی مزایا توی آسمان برخوردار بود با پدر یکی بود تمامی جلال رو داشت اما باز انتخاب میکنه که انسان بشه با اینکه میدونه اگر انسان بشه میکشنش به بدترین شکل و خیلی زش ها رو خواهد میکشه اما باز و باز این مسئله رو انتخاب میکنه این گزینش ایسای مسیح این انتخاب ایسای مسیح اون میدونست وقتی که از مردگان قیام بکنه همچنان یه انسان باقی میمونه باید بدونید که یکی از اشخاص تسلیس یکی از اغنوم تسلیس تا ابد مثل ما یک انسان باقی میمونه اما با این حال باز عیسی مسیح این مسئله رو انتخاب میکنه انتخاب دوم عیسی مسیح چیه در, در ارتباط با تولدشه در ارتباط با موقعیت اجتماعیشه فرض کنید که ما بتونیم موقعیت اجتماعیمون رو پدر و مادرمون رو کشورمون رو جایی که توش به دنیا میاییم رو انتخاب کنیم ما دست به چه انتخابی میزنیم اگر حق انتخاب داشتیم انتخاب عیسی مسیح عجیب بود اون اومد تو قر جامعه بودن رو انتخاب کرد اینکه از یک زوج بسیار بسیار فقیر متولد بشه این مسئله رو انتخاب کرد از همه مهمتر تصمیم گرفت که قلام باشه و اما سومین انتخاب عیسی مسیح که بزرگترین انتخابش هم هست این بود که تو سن 33 سالگی به طرز وحشتناک یا فجی کشته بشه این بزرگترین انتخاب عیسی مسیح بود انتخاب های مسیح بود که باعث شد پدر اون اقتدار عجیب رو بهش ببخشه بیشتر من فکر میکنم خدای پدر علاقه داره به کسایی اعتماد کنه که هیچ علاقه ای به موقعیت اجتماعیشون به ثروت خودشون به قدرت خودشون ندارن پدر بیشتر علاقه داره به این اشخاص اعتماد بکنه عیسی مسیح هرگز به موقعیت اجتماعی خودش فکر نمیکرد هیچ وقت به سود فکر به فکر سود شخصیش نبود فکر عیسی مسیح چیز دیگه ای بود نه اینکه خودش رو جلال بده پدر رو جلال بده به جای بالا رفتن عیسی مسیح پایین اومدن رو انتخاب کرد بهتون گفتیم از مشکل توی کلیسای فیلیپی چی بود اینکه به خاطر اون دوتا زن اون اتحاد از بین رفته بود و مردم بیشتر به فکر نفع شخصی خودشون بودن و پولس دقیقا این عبارت اخلاقی رو توی فیلیپیان میاره تا نشون بده کیسای مسیح فکرش چی بود انتخابهاش چی بود که میگه که شما هم باید یک همچین انتخابهایی داشته باشید دقیقا قبل از این عبارت یک جمله رو میاره میگه پس همون فکری در شما باشه که در مسیح بود <تص> اینکه به فکر نفع شخصیش نبود و میخواد انتخاب‌های مسیح رو به ما نشون بده بحث این عبارت الهیاتی نیست و پرستشی هم نیست فقط میخواد نگرش و فکر عیسای مسیح و انتخاب‌های اون رو به ما نشون بده و یاد بده که ما چطور باید انتخاب کنیم انتخاب‌های ما به عنوان یک ایماندار باید چطور باشه در کلیسا در مشارکت هامون در وقتهای شخصیمون و اگه بخوام یک نتیجه کلی از فیلیپیان داشته باشم اینه که محور اصلی نامه محور اصلی فیلیپیان حول محور اون چیزی نمیچرخه که خدا در وجود یک ایماندار انجام میده بیشتر حول اون محوری میچرخه کارهایی که ما باید عکس عملی که ما و عملکردی که ما باید در مقابل کار خدا داشته باشیم بیشتر روی این موضوع داره صحبت میکنه و نشون میده که بیشتر وعده های خدا مشروطن به روشنی اینو به ما میده و برای ما روشن میکنه که ما هم به عنوان ایماندارا یک سهمی رو داریم که باید انجام بدیم چون ما همکارهای خدا هستیم و در این تا باید بگم که این رساله, رساله فیلیپیان به جز این یکی دو عبارتی که براتون گفتم جز ساده ساده فهمترین رسالات پولس رسول هستش و رساله بسیار بسیار غنی و پر از برکتی است. خدا رو شکر ما اینجا رساله فیلیپیان رو ببندیم و وارد رساله و نامه جدیدمون بشیم و با همدیگه اگر موافق هستیم بریم سراغ رساله شخصی فیلیمون و با همدیگه بررسی بکنیم تا جلسه آینده وارد درس جدیدمون بشیم اول از همه باید بهتون بگم نامه های پولس رسول توی عهد جدید اونطوری پشت هم چیده شدن و مرتب شدن که نامه های انبیا توی عهد عتیق چیده شدن توی عهد عتیق اول نامه هایی که طولانی تر هستن اومدن و در بعدش در ادامهش نامه هایی که کوتاهتر تر هستن دقیقا نامه های پولس هم اینطور چیده شدن کل نامه های پولس رو میتونیم تو دو دسته اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم یکی نامه هایی که خطاب به کلیساها نوشته و یک نامه هایی که خطاب به افراد نوشته توی هر دو دسته هم اول نامه هایی که بلندترن جا گرفته بعد نامه هایی که کوتاه‌ترن پشت اونها اومده پس بعد بدونیم همونطوری من هم که قبلا گفتم ترتیب چیدمان نامه های پولس توی عهد جدید بر اساس در حقیقت تاریخ نگارششون نیست بر اساس نظم زمانی پشت هم چیده نشدن و نامه فیلیمون فقط به این دلیل آخرین نامه هستش چون که از همه نامه های پولس رسول کوتاهتره و به همین خاطر اومده تو انتهای نامه های پولس توی عهد جدید قرار گرفته و این نامه کاملا یک نامه شخصیه تنها نامه ای از پولس که کاملا تمامش به یه شخص برمیگرده که یک برده فراریه و قشنگ معلومه که فیلیمون جزو خصوصی ترین نامه های پولس رسول به حساب میاد اما موقعی که این نامه رو میخونیم باید از خودمون دو تا سوال اساسی بپرسیم اول اینکه این نامه چرا نوشته شده و دوم اینکه اگر این نامه کاملا مربوط به یک شخصه و یک نامه خصوصیه چرا خدا اجازه داده که این نامه توی کتاب مقدس جا بگیره جواب سال اول همین الان میدیم اما سال دومو در ته درس جوابش خواهید گرفت جواب سال اول خیلی خیلی راحته داستان و قضیه بر سر یک برده فراریه عبوس خشمگینه که نافرمانه و دزدی کرده و از اربابش فرار کرده با این فکری که یک کلان شهر یک جای خیلی خیلی خوب برای قایم شدنه به روم فرار میکنه و پولس رسول اونجا ملاقات میکنه حالا چطور این دو با هم ملاقات میکنن نمیدونیم با توجه به اینکه توی اون دوره دقیقا در اون دوره پولس توی روم زندانی بوده و به یه زن... سرباز رومی زنجیر شده بوده حالا این دو نفر چطور همو میبینن ما این رو کسی نمیدونه مجازات معمول و رایجی که برای یه برده فراری وجود داشت اینکه مصلوبش کنه اما اگه حالا این برده مورد لطف ویژه ارباب خودش قرار می گرفت اونو مسلوب نمی کردن، اما در عوض می آمدن حرف F و F رو روی پیشونیش داغ می زدن و این برده فراری مجبور بود که تا آخر عمرش این داغ رو روی پیشونی خودش حمل بکنه اما در عوض جونش نجات پیدا می کرد پولس رسول میاد به اونسیموس میگه میگه به پیش ارباب خودت که ازش فرار کردی برگرد و اون ارباب رو که فیلیمون بوده رو پولس به عنوان یکی از مسیحی های کلوسی میشناخته از قبل و میگه پیش ارباب خودت برگرد و میخواد این نامه رو بنویسه که یک زمینه ای رو آماده کنه برای یک برخورد نرم و ملایم بین این دو نفر چون گفتیم بهتون مجازات یک برده فراری خیلی خیلی سنگین بوده به این خاطر که متن نامه از اهمیت خیلی خیلی بالایی برخورداره و پولس باید خیلی با دقت این نامه رو مینوشته جالب اینجای پولس میاد تو این رساله نام اونسیموس رو اسمش رو با جناس به کار میبره کلمه اونسیموس به معنی سودمند هستش اما پولس خیلی زیبا مینویسه مینویسه به فیلیمون مینویسه که اگرچه قبلا برای تو سودمند نبود برای تو هیچ سودی نداشت اما من الان دارم یک برده سودمند رو به پیشت میفرستم شاید قبلا برای تو سودمند نبود و مهمتر این که الان میاد اون رو به عنوان یک برادر در مسیح پیش فیلیمون برمیگردونه و خودش میگه توی آیات 18 و 19 میگه می حاضرم خودم شخصا هر چیزی رو که از تو دزدی کرده به تو برگردونم اما این داستان رو از ما میتونیم از چند تا زاویه مورد بررسی قرار بدیم که بسیار مهمه و کمک میکنه نامه رو بهتر درک بکنیم و ازش مکاشفات عالی تری بتونیم دریافت بکنیم زاویه اول زاویه شخصیه توی نامه سه تا شخصیت اصلی وجود دارن سه تا شخصیت اصلی توی این نامه وجود داره که اولیش پولوسه با اینکه هنوز در زندان هست با اینکه در تنگی و سختی است اما هنوز برای افرادی مثل این برده فراری مثل اونسیموس وقت داره از متن نامه مشخصه که انگار خیلی خیلی زیاد با این برده خو گرفته باش اون شده و خیلی بهش علاقه پیدا کرده متن نامه خیلی خیلی متن انسانی هستش مورد دوم شخصیت دوم که توی نامه وجود داره خود فیلیمون هست شخصی که توی خونش داره جلسه کلیسایی برپا میشه یک زن داره و یک پسر داره و پولس میگه که در واقع فرستادن اونسیموس فیلیمون به نزد تو برای هر ستایی ما سخته برای پولس سخته چون با این برده خو گرفته باهاش اونس گرفته برای اونسیموس سخته چون از اربابش فرار کرده و دزدی کرده و برای فیلیمون سخته چرا چون که شاید بخشیدن و اینکه بخواد اون برادر رو دوباره بپذیره کار مشکل دشواری براش بوده برای هر تاشون سخته و شخصیت سومی که توی فیلیپیان توی فیلیمون توی این نامه وجود داره خود اونسیموس هست همون خدمتکاری که قرار خیلی سریع و خیلی زود پیش اربابش که ازش دزدی کرده برگرده و مشغول به کار قبلیش بشه از متن نامه ما اینو متوجه میشیم که پولس رسول افرادی رو که توی کلیسای خانگی فیلیمون بودن میشناسه چون به اسم چند تا شخص رو میاره اپفیا میگه سلام برسون بهش فکر میکنم افرادی توی اون کلیسا بودن توی کلیسای خانگی فیلیمون بودن که پولس از قبل اونها رو میشناسه و به اونا سلام میرسونه اما یک سوال اینجا پیش میاد آیا این که پولس رسول تونست به هدفش برسه از نوشتن این نامه اینکه آیا فیلیمون اون برده رو بخشید پذیرفتش و مثل یک برادر پذیرفتش و با همدیگه زندگیشون رو ادامه دادن یا نه جواب این سال قطعا مثبته چون اگه این اتفاق نمی و اگه پولس رس... فیلیمون در حقیقت اونسیموس رو نمی پذیرفت این نامه رو پاره می کرد و دور می ریخ و امروز دیگه این نامه توی کتاب های کانونی عهد جدید قرار نداشت اما زاویه بعدی که میتونیم این نامه رو با هم دیگه بررسی کنیم از زاویه اجتماعی هستش میتونیم این نامه رو از زاویه اجتماعی هم مورد بررسی قرار بدیم و بیایم در این نامه مسئله بردهداری رو مورد بررسی قرار بدیم خیلی از ایماندارا تعجب میکنن میگن که پولس بارها و بارها اومده از بردهداری توی هاش صحبت کرده اما چرا برای براندازی در حقیقت این مسئله و بردهداری هیچ فعالیتی نکرده هیچ کاری نکرده منتقدای مسیحی هم اتفاقا دست روی این نقطه میذارن و این نقطه رو مورد انتقاد قرار میدن میگن پولس توی نامش از بردهداری میگه اما هیچ تلاشی نمیکنه هیچ فعالیتی نمیکنه که بردهداری از ریشه از بیخوبون از بین بره و اینو مورد انتقاد قرار میدن میگن که چطور میشه به یک شخص به عنوان یک مایملک شخصی نگاه،, نگاه،, کرد داستان از چه قراره ما توی این نامه میتونیم بررسی کنیم این مسئله رو و به این سوالات که منتقدها و یک سری شاید برای یک سری از ایماندارها سوال باشه پاسخ بدیم که جریان چیه باید بهتون بگم که این یه دیدگاه غلطه اتفاقا پولس رسول میاد تجارت بردر و خرید فروش بردر رو در کنار گناهان دیگه در کنار کارهای دیگه تقبیح میکنه در کنار قتل در کنار زنا در کنار دروغگویی ما این رو توی اول تیموتوز باب یک آیه ده میخونیم من اگر این آیه رو برای شما بیارم موافق هستین با هم دیگه این آیه رو بخونیم بریم به اول تیموتائوس باب یک آیه ده اول تیموتائوس اسخایی میکنم باب یک آیه ده رو برای شما میخونم میگه و زانیان و لواتان و مردم دوزان و دروغگویان و یا قسم دروغ خوران و برای هر عمل دیگری که برخلاف تعلیم مسیح باشد بر حسب انجیل جلال خدای متباره که به من سپرده شده است مردم دوزان میاد از کلمه مردم دوزان اینجا استفاده میکنه منظورش کساییه که تجارت برده دارن انجام میدن پولس میاد این کارو محکوم میکنه اما چرا مستقیم حرفی نمیزنه داستان چیه که پولس رسول مستقیم راجع به این مسئله بردهداری صحبتی نمیکنه ببینید پولس بیشتر علاقه داره که اون رو به عنوان یک مبشر به عنوان یک میسیونر بشناسن تا یک در حقیقت فعال اجتماعی ما باید بدونیم دو سوم جمعیت امپراتوری روم غلامها و برده ها بودند اگر پولس صحبتی رو مطرح میکرد راجبه به براندازی بردهداری چه آشوب و چه بلوایی توی امپراتوری روم پیش می اومد و ممکن بود چه بلاهایی سرش بیارن و دیگه نتونه کلام خدا رو موعظه بکنه اما حرکت بسیار زیرکانه ای انجام میده بسیار حکیمانه ای انجام میده میاد تلاش میکنه در نامه های خودش روابط بین ارباب ها و غلام ها رو بهبود ببخشه غلام ها در سخت ترین وضعیت ممکن ب... به سر می بردن در اون زمان یعنی بدترین رفتاری که شما فکرشو بکنید با یه برده میشد برده از خودش در اون زمان نه وقتی داشت نه پولی داشت نه زمانی داشت هیچ چیزی از خودش نداشت فقط اون چیزی که اربابش بهش میگه قلام هیچ چیز از خودش نداشت پولس رسول میاد خیلی حکیمانه توی نامه هاش سعی میکنه که رابطه بین این دوتا رو بهبود ببخشه میگه که قلام ها اینطور با ارباباشون رفتار بکنن و ارباب ها اینطور با غلام ها رفتار بکنن و میدونه به مرور زمان با این بهبود روابط و پذیرفتن اون غلام به عنوان یک برادر در مسیح چه اتفاقاتی میتونه بیفته و در نهایت میبینیم که بردهداری از ریشه خشکیده میشه و این اتفاق میفته پولس زیرکانه و حکیمانه این کار رو انجام میده اما ادامه درسمون بمونه عزیزان وقتمون در اینجا تقریبا به پایان رسیده من باید ازتون خدافزی بکنم تا جلسه بعد رساله فیلیمون رو با هم ادامه میدیم و وارد درس های بعدمون میشیم خدا بهتون برکت بده و هفته خوبی پیش رو داشته باشیم تا جلسه بعد خدا نگهدار